دوستای عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخواستم به سوالای شما عزیزان جواب بدم. سوالایی که زیر ویدیوی قبلی از من پرسیدین یکی یکی به همشون جواب میدم و آخر سرم میام این ویدیو رو قسمت قسمت میکنم. دقیقه تموم قسمت ها رو میذارم توی کامنت ها. خب اجازه بدین بریم از سوال اول شروع کنیم و سوال آقای توها غلامی. ایشون پرسیدن که سلام، یه سوال، به نظر کانر مگرگو چون قهرمان دو کلاس وزنی بوده اگر بیا تایتل شات میگیره؟ الان دیگه نه، شاید تو 2 سال پیش همچین اتفاقی میتونست بیفته ولی الان دیگه نه. الان اصلا خیلی ها کلن شک دارن که کانر برگرده و بیاد با مایکل چندلر مبارزه کنه. کانر توی این 2 سال اخیر همونجور که میدونیم مایکل چندلر رو بد جوری علاف کرده و چندلر هم توی این همه مدت مبارزه ای انجام نداده، منتظر کانر بوده و همونجور که میدونین کانر حرکاتش خیلی مشکوک بوده توی این چند سال اخیر. من قبلا در مورد این داستان ویدیو پر کردم، لینکش هم میذارم زیر همین ویدیو و در مورد این صحبت کردیم که احتمال داره کانر اصلا کلا مشکل با مواد مخدر داشته باشه، چون که اصلا خیلی جا به زور صحبت میکنه کانر، قیافه کانر عوض شده. شما قیافه کانر رو ببینید، اصلا کانر سابق نیست، کلش اصلا گنده تر شده، فکش گنده تر شده، حالا شاید به خاطر این چیزاییه که بهش تزریق کردن، خدا میدونه. و اصلا کلن مشکل داره صحبت کنه، حرکات عجیب غریب، تیک گرفته، یه کارای عجیب غریبی میکنه و به یه برد احتیاج داره. اگر کانر برگرده و مثلا بگیم مایکل چندلر رو نوکوت کنه، که واقعا شک دارم با این چیزایی که توی این چند سال اخیر از کانر دیدیم، اون موقع میتونه بیاد مثلا تایتل شات بگیره، ولی به یه برد احتیاج داره، یه برد قشنگ، چون که کانر کانره. ولی خب میگم باید برگرده و ببره. این خودش یه علامت سوال خیلی بزرگه. این سوال اول بود. آقا بریم سر سوال بعدی. آقای امین رادمهر، ایشون پرسیدن که مزدک جان، اولندش این که عشقی و ما دوستت داریم، قربون شما داشت، ما هم شما رو خیلی، منم خیلی شما رو دوست دارم، مرسی از کامنت های مثبت. ایشون پرسیدن که ولی اینو درک نمی کنم، توی تمام پادکستات همش میگی بلال چرا باید بیاد به ادواردز دوباره ریمچ بده؟ مگه غیر اینه که توی اولین فایت عثمان و ادواردز عثمان برنده شد؟ درسته. خب طبق استدلال خودت عثمان دیگه نباید میومد به ادواردز فایت میکرد، ولی این کار رو انجام داد. خب بزن اول همینجا شما رو قطع کنم، عثمان اولین فایتش که با ادواردز مبارزه کرد نزدیک 10 سال پیش بود، اون موقع عثمان قهرمان نبود و دوتاییشون فایت های اولشون بود توی UFC. حالا دقیقا فایت اولشون نبود ولی شاید فوقش 2-3 تا فایت بیشتر نداشتن توی UFC. بارها اتفاق افتاده که خیلی اول راه با هم مبارزه میکنن ولی بعدا وقتی یکیشون قهرمان شد دوباره با هم مبارزه میکنن، اگر دوباره بیان خودشونو بکشونن بالا و لایق تایتل شات باشن. یعنی من نمیگم اگر یکی رو زده باشه هرگز دیگه نباید بیا بهش تایتل شات بده، من اصلا همچین حرفی نمیزنم. اصلا اگر شما اینجوری برداشت کردین از حرفای من، همینجا دارم میگم که من منظورم اون نبوده، هرگز اینجوری نیست. ما اصلا تا حالا شده فایترهای زیادی 2 مرتبه با هم مبارزه کنن، 3 مرتبه با هم مبارزه کنن. مکس هولوی و ولکانوفسکی 3 بار با هم مبارزه کردن، 3 بار هالووی باخته. اگر اینجوری بود که دفعه دوم هم نباید بهش تایتل شات میدادن، دفعه سوم هم نباید بهش تایتل شات میدادن. چیزی که من میگم این وسط اینه، الان میدونم به بقیه سوال شما هم اینجا جواب میدم، همینجوری ادامه میدم. وقتی که داریم در مورد این صحبت میکنیم که تایتل شات باید به کی برسه، باید اولندش که یه جورایی حقش باشه، ولی همیشه هم اینجوری نیست که حتما یکی باید حقش باشه. UFC معمولا میاد اون فایتی رو درست میکنه که پرفروشتره. متوجه این؟ یعنی یه مثال براتون بزنم. لیون ادواردز قبل از اینکه با بلال محمد مبارزه کنه با کوبی کاوینگتون مبارزه کرد. آیا کوبی کاوینگتون حقش بود؟ اصلا حقش نبود.
اون موقع حق کی بود؟ اون موقع حق بلال محمد بود، ولی کسی نمیخواست بلال محمد رو ببینه. مردم دوست داشتن کوبی رو ببینن. الان میدونم ما فایت رو دیدیم، خیلی فایت خسته کننده بود، الان همه میگن کوبی تموم شده، ولی قبل از فایت هیچ که همچین حرفی نمیزد. من خودم فکرشو نمیکردم اینجوری به این راحتی بیاد کوبی رو شکست بده، چون که کوبی واقعا هیچ کار خاصی توی اون فایت نکرد، خیلی فایت خسته کننده ای هم بود. و منظور این که اون موقع یو اف سی میدونست کسی نمیخواد بلال رو ببینه. هر موقع دوربین میومد رو بلال همه هو میکشن توی تموم ایونت های یو اف سی. بعد همچنین سبک خیلی دیدنی هم نداشت بلال. اون موقع کوبی با حرف زدن، و البته خب یه فایت هم قبل از اون اومده بود، ماسویدال هم زده بود میدونین، یعنی از برد داشت میومد، و اون موقع مردم میخواستن کوبی رو ببینن نه بلال. ولی خب چیزی که اینجا میخوام به نتیجه برسم، الزاماً همیشه تایتل شات به کسی نمیرسه که حقشه. یو اف سی همه جوانه رو در نظر میگیره، یه تصمیمی میاد میگیره، قانونی وجود نداره که حتما باید بیان تایتل شات مثلا بدن به فلانی، این حقشه. الان بستگی داره به اون کلاس وزنی، نگاه میکنن ببینن چند تا گزینه وجود داره و گزینه‌ها رو با هم مقایسه میکنن، مثلا نگاه میکنن میگن اه بلال حقشه، کوبی پرفروشتر میتونه بشه، میتونیم هم یه جوری سر مردم و شیره بمالیم بگیم آقا فاید آخرش اومده ماسویدال رو زده. بعد مثلا از اون طرف یکی دیگه اصلا هم باخته هم حقش نیست، بعد مثلا میام میدم به کوبی. میدونین بستگی به شرایط اون لحظه داره. حالا ادامه بدیم، یعنی خواستم اینو اول بگم که چون که عثمان و ادواردز 10 سال پیش با هم مبارزه کردن و عثمان برد، دیگه نباید میومد بهش تایتل شات میداد. این اصلا واقعا اشتباه است، من همچین حرفی هرگز نزدم. خب این از قسمت اول، نباید با ادواردز فایت میکرد و ولی این کار رو انجام داد و دو بار پشت سر هم به ادواردز باخت. درسته، یعنی به این راحتی هایی که تو میگی بلال بازم ادوارد رو میزنه هم نیست. حالا شاید من نمیگم 100% بازی دوم با هم مبارزه کنن بلال میاد راحت میزنه، من همچنین حرفی نزدم. چیزی که دیدیم اگر با هم مبارزه کنن فیوریت بلال، یعنی شانس بیشتر رو من میدم به بلال، ولی من هرگز میگم 100% میاد اون رو میزنه و اینا. به نظر من خب آره 100% نیست به این راحتی ها، هیچ فایتی راحت نیست داشت. از کجا میدونی داستان عثمان و ادواردز دوباره برای بلال و ادواردز پیش نیاد؟ نه امکان داره پیش بیاد، من نگفتم پیش نیاد. من فکر میکنم یه جایی اشتباه خوندم. من دفعه اول که اینو خوندم و این سوال شما رو خوندم، شایدم توی کامنت دیگه ای نوشتین اینو، من احساس کردم که شما بیشتر روی این داستان یکم با حرف من موافق نبودین، که من گفتم چرا باید بیاد بهش ریمچ بده، چرا باید بیاد ریمچ بده به بلال، چرا باید بلال بیاد ریمچ بده به ادواردز. وقتی که داشتم در مورد گزینه های احتمالی صحبت میکردم، خب ببینید داش همونجوری که گفتم همه گزینه ها رو شما باید با هم مقایسه کنید. گزینه های در حال حاضر کی هن؟ یکی شفکت رحمانوف، 12 تا برد پشت سر هم داره، 12 فینیش توی یو اف سی هم فکر کنم 6 تا برد داره، 6 تا فینیش، هم هولوش 6 تا فایت داره توی یو اف سی. بعد از اون طرف دیگه کیو داریم؟ جک دلا مادلنا که الان مصدومه، کلا نمیتونه مبارزه کنه، پس اونو بذارین کنار. بلال میخواد دسامبر بیاد مبارزه کنه آخر سال. دیگه کیو داریم؟ عثمان 3 تا باخت پشت سر هم داره، اصلا عثمان رو بندازین دور، اصلا عثمان الان باید حرفشو بزنن، به قول شفکت میگه باید خجالت بکشه که اصلا بیاد حرف تایتل شاتو بزنه. و دیگه کیو داریم؟ یکم ادواردز. حالا لیون ادواردز با شفکت مقایسه کنیم، کدومشون بهتره بیان بهش تایتش؟ به نظر من شفکت. حالا شاید بعضیا با خودشون بگن خب ادواردز قهرمان بوده، چرا نباید بیان چرا میگین نباید با اون که قهرمان بوده نباید بیاد ریمچ بده؟ دلیلش اینه که قهرمان بودن
لزوما نباید دلیل بشه که دوباره بیان به شما تایتل شات بدن. اگر میبینین به اسرائیل آدسانیا اومدن تایتل شات دادن چون قبلا قهرمان بود، فایت آخرش هم باخته بود مقابل شان استریکلند، چون که آدسانیا چند سال قهرمان بود، 5 تا دفاع داشت، بعد تو میکروفونم شخصیت جذابتری نشون میداد نسبت به یکی مثل لیون ادواردز. متوجه چی میگم؟ یکی از بزرگترین ستاره‌های UFC بود. شما نمیتونید مثلا یکی اونجوری رو مقایسه کنید با لیون ادواردز. لیون ادواردز چند تا دفاع داشت؟ دو تا دفاع فوق‌العاده، حقیقت رو بخوایم بگیم خسته کننده واسه طرفدارا. فایت سوم مقابل عثمان که در و دیوار رو میگرفت، قفس رو میگرفت، فنس رو میگرفت، انگوش میزد، یعنی با زور، بعدش هم با سپلیت دسیژن، فکر کنم سپلیت دسیژن، ماجوریتی دسیژن، یه چیز اینجوری اومد برد. و بعدش هم مقابل کوبی کاوینگتون هم همچین، به قول بلال محمد میگفت یه فایت کیک باکسینگ با یه رسلر، با یه کشتیگیر داشت کیک باکسینگ مبارزه میکرد، میتونست حتی شاید کوبی رو تموم کنه. ولی این چیزیه که خیلی ها رو شاکی میکنه. ادواردز با احتیاط میخواد با همون فایت رو بیاد ببره، اصلا نمیره واسه فینیش. منظورم اینه که کار زیادی نکرد، یعنی دل هوادارا رو به دست بیاره، کاری کنه که مردم بیان بعد از فایت بگن نه دوباره بهش ریمش بدین. الان همه دلشون میخواد یا شفکت رو ببینن. من نمیرم اینجا کسی داد بزنه آقا من دوباره میخوام فایت بلال و ادواردز ببینم. آیا کسی میبینه همچین سر و صدایی را بندازه؟ من که ندیدم. همه دلشون میخواد شفکت رو ببینن چون میتونه خیلی جذاب بشه و خیلی فایت جذابی میشه شفکت و بلال. من به نظرم شفکت، شانسی بیشتر میدم به شفکت، ولی بلال بارها نشون داده که به اون سادگی که همه فکر میکنن نیست. امیدوارم که به سوال شما جواب داده بشم. یه جنبندی خیلی کوتاه کنم، بستگی به شرایط اون لحظه داره، گزینه‌ها رو با هم مقایسه کنم ببینن آقا تایتل شات بعدی به کی باید برسه، فایتی که مردم میخوان ببینن کدوم فایته، فایتی که پرفروش‌تر از همه است کدوم فایته. چون که یکی به یکی 10 سال پیش باخته که دلیل نمیشه که داشت. این من همچین حرفی هرگز نزدم. به هر حال آقا این از این سوال. سوال بعدی، آقای علی مرتضی رسولی، ایشون پرسیدن سلام، کمربند موقت با علامت سوال در مورد فایت آرمان ساروکیان و اسلام مخاشف که تو ویدیوی قبلی در مورد صحبت کرده بودم. ایشون پرسیدن سلام، کمربند موقت اسلام دوبار فقید اسلام دوبار فایت کرد امسال، خب 6 ماه نمیتونه میباریزه. داداش چی نوشتی اینجا؟ بابا تو رو خدا بچه‌ها، من مطمئنم شمایی که مینویسین کیبورد فارسی حداقل دارین. اگر کیبورد فارسی دارین فارسی بنویسین دیگه. من اصلا نمیفهمم، مغزم قشنگ تیکه پاره شد دارم سوال شما رو میخونم، اصلا خسته شد مغزم. میگه 6 ماه نمیتونه مبارزه کند. باز کمر بند موقت با آرمان؟ نه برو، هیچ امکان نداره. اولندش که من نگفتم، آرمان ساروکیان داره میگه. من گفتم اگر UFC تصمیم به همچین کاری کنه، من گفتم والا احتمال زیاد شاید مثلا بشه دن هوکر اینا. الان که کسی در مورد کمربند موقت صحبت نمی کنه، الان مطمئنم مخاشف بر میگرده کلن. این حرفی بود که آرمان ساروکیان میزد. آره کمربند موقت زمانی باید بیاد وسط که مثلا نزدیک 1 سال گذشته، نمیتونه قهرمان اصلی نمیتونه از کمربندش دفاع کنه، ولی خب بارها اتفاق افتاده که مثلا بعد از 3-4 ماه UFC میاد کمربند موقت میذاره وسط. همون داستانی که سر انگانو افتاد، چون که با انگانو دشمن بودن، به انگانو یه فایتی پیشنهاد کرد، انگانو گفت نمیخوام اونجا مبارزه کنم، این نمیخوام مبارزه کنم، یه کمربند موقت میذاریم وسط، تهدیدش کردن. بعضی وقتا کاراشون رو UFC تاکتیکی انجام میدن، مثلا اگر از یکی شاکی باشن امکان داره بخوام یکم بیان پرس بذارن روش، فشار بذارن روش که سری برگرده مبارزه کنه، مثلا اون داستان انگانو. به هر حال
کمربند موقت در حال حاضر به نظر منم الان نباید باشه، چون که آرماساروکیان گفته آرماساروکیان کیه؟ اون یک کانتندره، یو اف سی در نهایت تصمیم میگیره. خب سوال بعدی آقای سوپلکسیتی، مزدک آیا فایت بعدی مخاطب با آرماساروکیان هست؟ داشت منو گرفتی؟ قشنگ این سوالم زیر ویدیوی قبلی پرسیدی داش. من اصلا ویدیوی قبلی در مورد همین بود، حریف بعدی مخاچف کیه اگر برگرد؟ من گفتم آرماساروکیان. داش قشنگ اگر ویدیوی قبلی رو ندیدی برو دوباره ببین، جواب سوال تو حتما میگیری. اگر ندیدی دوباره ببین، اگر ندیدی دیگه ببخشید، دیگه من نمیتونم، از دست من خارجه. اینم از سوال بعدی. آره آره به احتمال زیاد اگر برگه باید ساروکیان باشه دیگه. آقای محمد رضا چیتی، مزدک امکانش هست اسلام با کانر فایت کنه سر تایتل؟ اگر کانر برگرده مایکل چندلر رو شکست بده، آره امکانش هست. همونجوری که گفتم کانر باید برگرده ببره، این مهمتر از همه است. سوال بعدی آقای امید ظاهری، سلام آقا مزدک، کامنت مرا بخوان خواهشم. من از همون اول همیشه میشه گفت بیننده شما هستم و از اون فایت چارلز با تونی بود که شما رو فالو کردم، بیننده شما هستم، خیلی دوستت دارم، چون اگر تو نباشی ما خیلی چیزها رو متوجه نمیشیم، چیزایی که واقعا هستش میگی، کار درست، واقعا مرسی، واقعا دمت گرم. سوالم اینه که آیا خودت با من هم نظری که فرید بشارت میتونه پیتون تالبات را شکست بدهد؟ الان که فرید با اون بازی نداره، من دیدم فرید با یکی دیگه بازی داره، یه پسر برزیلی، تالبات را شکست بده. با آیا فکر میکنی بعدن جز تا فایت و حتی قهرمان بشه؟ میخوام بفهمم خودت چی فکر میکنی. اولندش که با تالبات فایت نداره، اون تالبات خیلی سخته، اگر مثلا بیاد با اون سخت شکست دادنش، من نمیتونم بیام بگم الان مونده تا با اون مبارزه کنه، اون الان خیلی از فرید جلوتره. اولندش که همه منظورم اینه که این کارشناسای یو اف سی اونو به عنوان یکی از اون استعدادای تاپ میبینن، فریدم استعداده، میشه گفت جوونه بدون شکسته، اینا رو قبول دارم، ولی مثلا بعد حتی اتفاقا فرید هم فایت قبلیشو فینیش بود توی فرانسه بود اگر اشتباه نکنم، یه دورس چوک اومد برد، بعد از اون دیگه مبارزه نکرد. نه چرا مبارزه نمیکنه فرید؟ فعال زیاد نیست کلا، نمیدونم. البته خوبه، میدونی اینا حریفاشونو یکم با فکر انتخاب میکنن، اینجوری تونی فرگوسون یا بنی لاریوشی انتخاب نمیکنن عجولانه بعدن بیان ببازن، قشنگ فکر کریرشونن و یعنی قشنگ فکر میکنن کیو انتخاب کنن، بعدن برن قشنگ یه مچاپ، شاید مچاپ خوب انتخاب کنن و خودشونو قشنگ آماده میکنن واسه فایتا. فرید بدون شک میتونه بیاد، هم فرید هم داعش جاوی اینا میتونه وارد تاپ 15 بشن، ولی اینا رو هنوز مقابل حریفای تاپ تاپ ندیدیم، میدونی؟ من نمیتونم الان بیام بگم حتما قهرمان میشه. من خیال میکردم جاویدم خیلی خوبه، ولی خب مثلا فایت قبلیش مقابل داعش فراز زهابی باخت، اون آیمان زهابی خیلی همون رو مرز تاپ 20ه، میدونی؟ یعنی توی روی اون مرز تاپ 20ه، تاپ 15. یعنی اگر شما مقابل یه همچین فایتری به زور مثلا بخواییم بیاییم ببرین، دیگه مثلا مقابل اون حریف های تاپ تر شاید یکم به مشکل بخورین. میگم باید بمونیم ببینیم. اون تالبات به نظر من حریف سختیه واسه فرید. من نمیدونم شما اینو کجا خوندین، من اینو میس کردم، شاید گفته که من میتونم اونو بزنم، شاید با هم کلکل دارم، من اینو نمیدونم، ولی به نظر من اون تالبات خیلی سخته. اون تالبات یادتونه حریفشو تو با ضربه اول ناکوت کرد، یادم نیست دقیقا کی بود، ولی فریدم خیلی خوبه، ولی هنوز میتونه قشنگ وارد تاپ 15 بشه، ولی اینکه قهرمان بشه و اینا الان زود من بیام بگم، باید اول مقابل حریف تاپ 15 ببینیمش. الان هم به زودی یه فایتی داره فرید مقابل
یه حریف برزیلیه. بذار من برم اینجا قشنگ سری بیارم. بریم در سایت توف تو این لعنتی سامسونگ، نه هواوی، هواوی، هوایی، هواوی. شیت پسر، الان این ماشین آشغالی اومد الان اینجا سر صدا را میندازه. سرویسمون کردن ها. با ویکتور هوگو فایتر فرید. یه ما دو ما دیگه، دو ما دیگه فایت داره. بازه هم سوالای دیگه بود. راستی یکی از بچه آقای هری آفایی، مرسی داداش، نوشت کار درست مزدک، به من سوپر تنکس کمک کرد، دمت گرم هری جان. یه چیزی همینجا بگم بچه ها، آقا هری مثل که رفته بود این فایت آدسانیا و دوپلسی رو دیده بود تو استرالیا. داداش فیلم بگیر بفرست، فیلم اختصاصی بگیر بفرست. هر کی رفت فیلم گرفت، هر کی رفت یه جای یو اف سی فیلم گرفت، میتونه واسه من بفرسته، اختصاصی اینجا پخش میکنم. دمت گرم داداش، به خاطر کمکی که کردی از طریق سوپر تانکس، دمت گرم. آقای امید ظاهری، من سوالتو جواب دادم، بعد ببینیم مقابل یه حریف تاپ 15 چی کار میکنه. آقای محمد رضا، محمد رضایی نژاد، ایشون پرسیدن آقای مزدک خسته نباشید، یه سوال داشتم. عمر الان تو AKA تمرین میکنه، احتمال داره فایتر بکاپ عمر و شانو احتمال داره فایتر بکاپ شانو ملی و مراب باشه؟ عمرن رفته اونجا داره تمرین میکنه. ببینین عمر نورماگومدوف دو هفته ای یه فایتی قبول نمیکنه، اینجا دارم بهتون میگم. یه دو ماه قبلش باید بهش بگین. نه من فکر نمیکنم عمر، من قبلا بهتون گفتم ریسک الکی نمیکنه، باید زمان خودش تعیین کنه، زمان و تایم و همه چیزو خودش باید تعیین کنه. اینجوری آقا بد ادا شده عمر، مثل لوسشون کردن دیگه. یکی بچه پرسیده سکسس فور لایف، داداش کانر دیروز یه پست نوشت گفته مگرگو رو آزاد کنیم، میگه احتمالاً از یو اف سی بره، لطفا در مورد اونم صحبت کن. کانر اول بیاد مایکل چندلر بدبخت رو آزاد کنه، نمیخواد کسی آزاد کنه الکی، یعنی میگه بیاین به من فایت بدین. کانر الکی حرف میزنه، کانر واسه من شده چوپان دروغو در حال حاضر، فقط حرف میزنه، باید برگرده و بیاد مبارزه کنه به جای این حرفو و حرف دیگه ای هم نیادی بزنه، الکی مغز همه رو به بازی نگیره. کانر چرت و پرت میگه در حال حاضر، شده چوپان دروغگو. بچه دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردین، هر سوالی دارین زیر این ویدیو بپرسین. ویدیو بعدی من در مورد فایت شانومالی و مراب دوالیشویلی، همچنین فایت کانلو و ادگار بلانگا، دوتاییشون توی شب برگزار میشه، عجب چیزی میشه. به زودی ویدیو دیگه آپلود میکنم. دم همتون گرم، مرسی از حمایت. یادتون نره همینجا لایک و سابسکرایب رو بزنین، ممنون میشم. دم همتون گرم، خدافظ.